فیزیک کوانتوم چه میگوید؟ ناسازگاری فیزیک کوانتوم با فیزیک کلاسیک به چه مسائلی در علم فیزیک دامن زده و چه پیامدهای فلسفی به دنبال داشته است؟ زمانی در خلال بحث‌های مربوط به کوانتوم، آلبرت اینشتین گفت خدا تاس نمی‌اندازد. او به این دلیل چنین گفت که با بعضی از تفسیرهایی که از فیزیک کوانتوم میشد موافق نبود. از اون زمان مکانیک کوانتوم یا به عبارت رایج‌تر فیزیک کوانتوم دستخوش تغییر شده و بر حجم دانستنی ها افسوده شده. اما در حیطه تفسیرهای کوانتوم و پیامدهای فلسفی اون تفاوت فاحشی پدید نیامده است. کماکان در مورد عدم قطعیت صحبت می شود. کماکان پرسیده می شود آیا فیزیک کوانتوم اصل علیت را زیر سوال می برد یا نه؟ و کماکان در مورد امکان نتیجه گیری از یافته های فیزیک کوانتوم در مباحثی چون اراده آزاد آدمی و جبر و اختیار صحبت می شود. در برنامه این هفته پرگار می پرسیم ناسازگاری فیزیک کوانتوم و فیزیک کلاسیک در چیست و چرا باید این ناسازگاری را جدی گرفت. وریا امیری، دانش آموخته فیزیک نظری از دانشگاه لندن، و ابوالفضل بیات، محقق فیزیک کوانتوم در دانشگاه لندن، ابتدا به زبان ساده از کوانتوم خواهند گفت و سپس از مسائل علمی و فلسفی که کوانتوم ایجاد کرده. خیلی خوش آمدید. آقای امیری، به زبان ساده ابتدا ما بگو کوانتوم چی میگه؟ اگر بخوایم خیلی ساده توضیحش بدیم، باید گفتش که کوانتوم فیزیک که بعد حاصل شده مکانیک کوانتومی، در حقیقت یک ابزاری است، یک روشی است بر پایه ریاضیات احتمالی که از طریق اون بشه رفتار ذرات رو در اسکیل ها یا در ابعاد بسیار ریز پیش بینی کرد و مدل سازی کرد. خب برای توضیح بیشتر باید اول فهمید که فیزیک کلاسیک چه بوده و فیزیک مدرن چیست. فیزیک کلاسیک اون چیزیست که ما میدونیم، نیوتن هست، مکانیک، بله، تا اینشتین، قوانین الکترومغناطیس هست، قوانین مکانیک. نگاه به جهان یک نگاهی است که در اون تایم یک یا زمان یک پدیده ثابت است که انگار هر نقطه، هر پدیده‌ای در این جهان تیک 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 یک ساعتی بر او وارد می‌شود، یک تایم به او داده می‌شود. این نگاه هست و ابعاد یعنی فاصله ها ثابت هستند. ما به زمان و مکان در فیزیک کلاسیک نگاهمون این گونه است. تا اینکه اشکالاتی پیش اومد، یه سری آزمایش ها انجام شد که نتایج عجیب غریب به ما دادن و این آزمایش ها منتهی شد به اینکه یک فیزیکدان مهمی به نام پلانک اومد و پلانک و انیشتین، هر دو اینها، انیشتین اومد این قالب و الگوی زمان مطلق و مکان مطلق رو شکست و نگاهی کرد به قضیه که نگاه نیوتن نبود و فیزیک نیوتنی رو در حقیقت به گونه‌ای بهترش کرد، یک لایه‌ای بر روی، یک لولی بر روی ساخت، بهش گفت نسبیت خاص. حالا که در سال 1905 بسیار سال مهمیه در تاریخ فیزیک، و بعد از اون در ادامه 1915 فکر میکنم که نظریه نسبیت عام رو نوشت و از با یک نگاه جدید این بار به گرانش نگاه کرد و یک موضوعی رو مطرح کرد به نام فضا زمان، که هر نقطه در فضا یک زمان هم دارد، یعنی یک بعدی به نام زمان به اون مختصات سه بعدی هر نقطه در فضا اضافه شد و از اون طریق جاذبه نیوتن رو بسیار بهتر توضیح داد و اصلا گفتش که آقا این چیزی که ما فکر میکنیم دو جرم همدیگر جذب میکنن، در حقیقت خم شدن این خطوط فضاست که یک جسم به جسم دیگری هل میده در حقیقت. چرا اما اشاره به پلانک کردید؟ پلانک همین میخواستم بگم که انیشتین به سمت نسبیت رفت و پلانک در حقیقت میشه گفت بنیانگذار نگاه کوانتومی به فیزیک هست که یک نگاه دیگری است. نسبیت به سمت ابعاد بزرگ میره، به سمت سیارات و کهکشان ها. کوانتوم سعی میکنه که ماده رو در ابعاد بسیار ریز بررسی بکنه و پلانک بعد از یک آزمایش معروفی که درباره در حقیقت تابش اجسام سیاه هست، تونست این آزمایش رو با یک نگاه جدید به فیزیک حل بکنه و این نگاه جدید این بود که ما انرژی رو به صورت یک بسته در نظر بگیریم که اسمش رو پلانک گذاشت کوانتا در حقیقت، کوانتوم. و معنی این است که شما برای اینکه یک پرتو نور به عنوان مثال، حالا من اینجا میگم پرتو، در حقیقت یک فوتون رو بتونید بتابانید یا جذب بکنید، شما احتیاج به پریدن بالا پایین در یک مدار الکترونی دارید. یعنی یک الکترون باید از یک مدار به مدار بالاتر بپره وقتی که یک فوتون رو جذب میکنه، یا اینکه از مدار بالاتر به مدار پایین تر بیفته، انرژیش رو از دست بده، اون انرژی تبدیل بشه به یک فوتون و تابیده بشه از درون اتم به سمت بیرون. و مقدار
فاصله این دو لول انرژی یک مقدار مشخصی است، نمیتونه خورده نداره، یعنی مثلا یا 12 است یا 13 است یا 14 است، 13 و 75 صدام نمیتونه باشه. خب برای همین نگاه این بود که مقدار اندازه انرژی در این جهان یک مقدار بسیار ثابت است و وقتی نور تابیده میشه یا یک موج الکترومغناطیسی که نور یک موج الکترومغناطیسی هست تابیده میشه در بسته هایی از انرژی که ما اسمش الان میذاریم فوتون تابیده میشه. اون چیزایی که در مورد اجرام بزرگ گفته میشه اینجا دیگه صادق نیستیم. یه چیز جالب اینجا هست که شما در اسکیل ریز، در ابعاد ریز هر انتظاری میتونه از هر ذره‌ای داشته باشید و تمام آنچه که ما بهش میگیم عقل سلیم در حقیقت یا حس مشترک، عقل مشترک دقیقاً که یک زمانی وجود دارد، مکانی وجود دارد، یک پدیده در یک حال نمیتواند در دو جا باشد و فرضیه‌های خیلی مشخصی که ما داریم که براش زنده بمانیم در جهان کوانتومی کار نمیکنه و این ذرات هر رفتاری دارن که بهشون میگیم کوانتوم بیهیویر، رفتار کوانتومی و در حقیقت با استفاده از احتمالات و یک تابع احتمالی نوشتن، یک چیزی که بهش میگیم تابع موج، میتونه کوانتوم استیت، حالا وارد کلمه کوانتوم استیت هم نمیخوام بشم، ولی میتونه به شما پیش بینی بکنه که یک سیستم کوانتومی چطور میتونه رفتار بکنه. به این عنوان نیست که بتونه دقیقاً بگه یک الکترون چه میکنه، ولی مجموعی از الکترون ها رو میتونه به شما بگه که احتمال اینکه بعد در فلان نقطه باشن بیشتر است، در فلان نقطه باشن کمتر است و نتایج بسیار دقیق به ما میده، بسیار دقیق. اما اینکه چگونه فیزیک کوانتوم کار میکنه، این مشکل اینجاست که بسیار از فیزیکدان‌ها، حتی خود فکر میکنم فاینمن، این جمله فاینمنه که اگر فکر میکنید فیزیک کوانتوم رو میفهمید در حقیقت یعنی آن رو نمیفهمید، یا اینکه اینقدر عجیب است این فیزیک که احتیاجی به فهمیدن ندارد یا نمیتوان اصلا آن رو فهمید. بله، تفسیرهایی که از فیزیک کوانتوم میشه چیه آقای بیات؟ ببینید از 1900 که در واقع ماکس پلانک مسئله کوانتوم انرژی رو مطرح کرد، یعنی اعلام کرد که انرژی ها میتونن خیلی مشخص باشن، پیوسته ای نیستن مثل فیزیک کلاسیک، تا 1927 منفصل باشن در واقع. تا 1927 فیزیکدان ها خیلی سعی میکردن که پدیده تابشی که از اتم ها میاد، یعنی دقیقاً اینکه اتم ها با انرژی بسیار خاصی تابش میکنن و نه پیوسته، خیلی سعی میکنن که فیزیک کلاسیک رو یه مقدار اصلاح بکنن و با این اصلاحات مثلا مشکل حل بکنن، ولی مسئله اینجا بود که نمیتونستن نتایج آزمایشگاه رو کامل توضیح بدن و همیشه هم تناقض میخوردن، تا اینکه یه عده جوان خیلی گستاخ، خیلی جسور و خیلی ریاضی بلد، این جوانای ریاضی بلد اومدن و یک فرمالیسم ریاضی به وجود آوردن که این پدیده رو توصیف میکرد با دقت بسیار بالا، ولی خب یک سری مشکلات فلسفی پشتش با خودش آورد، برای اینکه اینها تفسیری که از این فرمول بندی ریاضیشون میکردن که این فرمول بندی ریاضی هیچ تناقضی درش نیست، خب تناقض منطقه اصلا نداره، ولی یک مسئله به وجود میاره، مثلا میگه که یک ذره رو شما خاصیت هاش رو تا وقتی که اندازه گیری نکنید اصلا اون خاصیت وجود نداره، نمیشون در مورد صحبت بکنید، مثلا یک ذره مکان نداره مگر اینکه شما مکانش اندازه گیری بکنید. خب ما قبل از اندازه گیری چی میدونیم در مورد این ذره؟ میگه در مورد این ذره فقط شما میتونید به اندازه یک حالت کوانتومی اطلاعات داشته باشین. حالت کوانتومی چیه؟ یعنی میگه که فقط میتونید مشخص بکنید که در صورت اندازه‌گیری هر نتیجه‌ای با چه احتمالی میتونه ظاهر بشه. و این خیلی اذیت میکرد انیشتین رو، که مثلا یعنی چی که ما یک ذره ای رو مثلا نتونیم بهش مکان نسبت بدیم، این جهل ما باید باشه نه اینکه طبیعت باشه. بنا تاکید میکردن که نه، این جهل ما نیست، این قانون طبیعت هستش. این تفسیر به خاطر اینکه نیلز بور در کوپنهاگ بود و این جوان‌ها خب با اون کار می‌کردن به عنوان تعبیر کوپنهاگی معروف شد. بعد خب خیلی از آدم‌ها می‌خوان این مشکل رو حل کنن، یعنی اینکه ما نتونیم یک خاصیت رو به جسم‌های نسبت بدیم رو مشکل حل بکنن، تفسیرهای دیگری به وجود اومد. من به دو تا دیگه از این تفسیرها اشاره می‌کنم. یکیشون تفسیر بوهمیان هستش که دیوید بوهم ارائه کرد، متفاوت هستش با نیلز بور. دیوید بوهم نظریش اینطوری بود که میگه که فیزیک کلاسیک برقراره، ولی ذرات کوانتومی، این ذرات خیلی کوچک، یک نیروی جدیدی رو هم احساس میکنن که این نیرو اسمش رو گذاشت نیروی کوانتومی. ولی این نیرو چی از کجا میاد؟ برای اینکه بفهمیم نیرو کجا میاد، باید اون حالت کوانتومی رو که کوانتوم در واقع مکانیک کوانتومی معمولی در نظر میگیره، باید اون رو به دست بیاریم. بعد از روی اون میشه اون نیرو رو حساب کرد و اضافه کرد و مسئله حل میشه. مشکل مکانیک بوهمیان این هستش که اولا توضیح نمیده که این نیرو واقعا چیه و از کجا باید بیاد، چطوری. به شکل تجربی هم نمیتونه ثابت کنه که چی هست. و مشکل بعدش هم دقیقاً همینجا هستش که خب شما یه پیش بینی هایی باید بکنی که مثلا با مکانیک کوانتومی متفاوت باشه، بریم تو آزمایشگاه ببینیم چی میشه.
عمدتاً هم جواب کوانتوم مکانیک کوانتومی رو میدن. در موارد بسیار نادری که پیش بینی شده که مکانیک بهمی و مکانیک کوانتومی نتایج متفاوت میدن، مکانیک کوانتومی برنده شده. این یکی از تفسیرهایی هستش که به حال وجود داره. تفسیر بعدی که به وجود اومد که باز هم سعی بکنه این حالت احتمالاتی رو یه مقدار از بین ببره، چند جهانی هستش. در مفهوم چند جهانی میگن که خب برخلاف در واقع تعبیر کوپنهاگی که وقتی که ما یک آزمایشی انجام میدیم و نتیجه آزمایش یکی از این نتایج ممکن هستش که با یه احتمال ظاهر میشه، در چند جهانی میگن که نه، همه نتایج اتفاق میافته ولی جهان به چند جهان متفاوت تقسیم میشه و ما مدام داریم جهان خلق میشه. با هر آزمایشی جهان‌های جدید خلق میشه. خب در یک جهان مثلا این الکترون در این مکان پیدا میشه، در جهان دیگری در مکان دیگری پیدا میشه. بنابراین همه اتفاق‌ها همه اون چه که احتمالات نامیده میشه اتفاق میفته، ولی ما در یکی از این احتمالات هستیم. دقیقا. و ما فقط در یکی از این جهان‌ها قرار میگیریم، در یکی از این زیرشاخه‌ها قرار میگیریم و ما فکر میکنیم که اینجا احتمالات اتفاق بر اساس این تفسیر یه فیلمایی هم درست شده دیگه، فیلمای هالیوودی مشهور شدن. بله، خیلی از این فیلم‌ها به وجود اومدن. ولی از نظر علمی یک مشکلی که این تعبیر داره این هستش که حداقل تا کنون ما هیچ راهی نداریم که بتونیم بفهمیم که جهان‌های دیگری وجود دارن. بنابراین از لحاظ تعبیر فلسفی تفسیرهای دیگری هم وجود دارن در مکانیک. اون چی که اصل عدم قطعیت نامیده میشه یا بهش اشتهار داره، این ربط پیدا میکنه به کدوم یک از این تفسیرها؟ عدم قطعیت نتیجه در واقع نتیجه هستش که شما به طور مستقیم از تفسیر کوپنهاگی میتونید اینو استخراجش بکنید. به این مفهوم هستش در فیزیک کوانتوم به تعبیر کوپنهاگی ما دو تا خاصیت خیلی عمده داریم. یکی این که حالت‌های ذره میتونن همزمان وجود داشته باشن. خب یعنی ما یک تاب موج کوانتومی تعریف می‌کنیم، یه حالت کوانتومی هم بهش گفته میشه. این هستش که میاد میگه که حالت ذره قبل از اندازه‌گیری میتونه هر ترکیبی از این حالت‌ها رو وجود داشته باشه. مثلا میتونه حالت صفر و حالت یک باشه. خب اینا همزمان باشه. این بهش میگیم برهمنهی کوانتومی. بعد یک خاصیت دومی هم در فیزیک کوپنهاگی وجود داره و اون همینه که اندازه‌گیری هستش. اندازه‌گیری بسیار متفاوت هستش از اندازه‌گیری در دنیای کلاسیک. اون همینه که وقتی شما یک چیز رو اندازه‌گیری می‌کنین، سیستم رو عوض می‌کنین، تغییر می‌کنه. در واقع مشارکت عامل انسانی در اون پروسه رو متفاوت می‌کنه. به این مفهوم که خیلی درکش هم سخت نیست. مثلا اگه شما می‌خواید که یک مکان یک ذره اندازه‌گیری بکنین، خب بعد یک فوتونی بتابونین که این فوتون به اون ذره بخوره به چشم شما. خود همین تابوندن یه عاملیه که وارد سیستم دقیقا میشه. چون وقتی فوتون به اون ذره برخورد میکنه، خب لگدش میزنه. وقتی لگدش میزنه که سرعتش تغییر میکنه. و عدم میتونه معنیش این باشه که ما تا نیم سنجش بکنیم که نمیتونیم نتیجه گیری هم به دست بریم. میتونه معنیش این باشه که ما نمیتونیم بشناسیم ذرات رو، برای اینکه وقتی وارد میشیم یه عامل دیگه وارد این پروسه سنجش کردیم. بنابراین فارغ از سنجش ما هیچی نمیشه گفت در مورد ذرات. این دقیقا تعبیر کوپنهاگی هستش که میگه که شما فقط در مورد چیزهایی وجود دارن که میشه اندازه گیریشون کرد و وجود و در واقع میشه دیدشون. یا حالا به هر نحوی. خب انیشتن با این مشکل داشت. مثلا تعبیر خود انیشتن هستش که اگر من به ماه نگاه نکنم یعنی ماه وجود نداره. این تعبیر هستش که از فیزیک کلاسیک میاد و خب طبیعتا آدم ها باش مشکل داشتن. این صحبتی که در مورد انیشتن کردید ما رو به این سوال جدی میرسونه، چون این یکی از در واقع اون مسائلی بود که انیشتن باش سر و کار داشت دیگه. چقدر باید کوانتوم رو جدی گرفته؟ اول بگم چرا انیشتن زیاد خوشحال نبود. نگاه انیشتن یک نگاهی بود که حالا دیوید بوم هم که اشاره کردن شاگرد انیشتن، یعنی شاگرد همون مکتبه، نگاهی است که دلش میخواد این جهان رو قانون مدار قانون پذیر ببینه. نگاهی است که دوست نداره که در دل این جهان تاس بازی وجود داشته باشه. و این حرفیه که فیزیک کوانتوم میزنه، میگه آقا من به شما یک ذره یه تاسی رو میندازم، به شما میگم احتمال آمدن هر کدوم از این تاسا یک ششمه، ولی اینکه کدومش میاد به شما نمیدونم کدومش میاد، ولی احتمالش رو بهتون میگم. این نوعی جدی نگرفتن کوانتوم نیست؟ یعنی گویی کوانتوم کارشو بکنه ولی ما کماکان اعتقاد خواهیم داشت به قانونمند بودن طبیعت. یک سال بعد از اینکه انیشتن پیپرش رو چاپ کرد، رسالهش رو در حقیقت چاپ کرد، رساله نسبیت عام رو، خودش در یک کتاب، اولین چاپ تکستبوکه که برای کوانتوم مکانیک نوشته شده، میگوید که باید تئوری من بعداً کوانتایز بشه، در حقیقت تئوری جاذبه هم باید فوتونی باشه برخورد
برخورد بشه، یعنی بعد به مدلی که نور فوتون هست، نور رو به واسطه های انرژی فکر کردیم، جاذبه هم بعد این باشه، اما بعداً انیشتن به راه دیگه‌ای رفت. واقعیتش این هستش که بله اختلاف جدی وجود داره و باید واقعا نگاه کرد که نتیجه به کجا میرسه. برای اینکه بخوام خیلی عملگرایانه به قضیه نگاه بکنیم، واقعیتش این هستش که تا حالا فیزیک کوانتومی در هیچ آزمایشگاهی رد نشده، هیچ آزمایشی وجود نداره که فیزیک کوانتومی رو نقض کرده باشه. بعد فیزیک کوانتومی در حال حاضر داره جواب میده، تکنولوژی که امروز داریم استفاده میکنیم کاملا نتیجه فیزیک کوانتومی هستش. مثلا ترانزیستورها با فیزیک کوانتومی ساخته میشن، یعنی شما بدون فیزیک کوانتومی نمیتونید ترانزیستور داشته باشین و ترانزیستورها قلب الکترونیک ما هستن. یعنی شما هیچ وسیله الکترونیکی، موبایل ها، تلویزیون، کامپیوترها بدون ترانزیستور وجود ندارن. اینها هستن، لیزرها مثلا، اینها با فیزیک کوانتومی ساخته شدن، یا اولین در واقع تولید فیزیک کوانتومی مثلا بمب اتم بوده. خب و این از نظر تکنولوژی ما نیازی نداریم که تفسیر فلسفیمون عوض کنیم، ولی به عنوان جهان شناختی بله این مهم هست و بایستی که در نظر گرفته بشه. باید به طبیعت این بگیم فیزیک کوانتوم کار میکند، پس درست است، پس واقعیت است، یا اینکه کار میکند فقط، ولی اما فقط یک ابزار است، ما نمیدونیم واقعیت چیست. این سوال به نظر من سوال مهمیه اینجا. یه جور دیگه هم میشه این رو ترک کرد. آیا ما باید اونجوری که شما گفتید با این ناسازگاری فیزیک کوانتوم و فیزیک کلاسیک به شکل عملگرایانه پرگماتیستی راه بیایم تا ببینیم چی پیش میاد، یا اینکه چالشگرانه برخورد کنیم با این ناسازگاری؟ درست. این واقعا میگم بستگی داره که شما شغلتون کجاست، کجا میخواین بنشینین. خب یک آزمایشگرهای فیزیک کوانتوم، یک نظرسنجی یک بار در وبسایتی انجام شده بود که به کدوم تعبیر از فیزیک کوانتوم بیشتر علاقه مندین. یکی از گزینه‌هاش هم این بود که ساکت باش و محاسبه کن، و تعداد خیلی زیادی به این گزینه رای داده بودن. یعنی کسی که داره کار آزمایشگاهی میکنه و دنبال این هستش که مثلا یک ترانزیستور بهتری بسازه، نیازی نداره که حالا تعبیر فیزیک کوانتوم. احتمالاً اونایی که تو حوزه فیزیک نظریان چنین کاری نمیکنن. من حالا دارم که کارم فیزیک نظری، ولی چندین سال توی آزمایشگاه من حرکت الکترون‌ها رو توی روغن مثلا بررسی کردم. درسته که ساکت باشه محاسبه کن بود، ولی من فکر می‌کنم یک چیز این وسط پنهان است، و اون اینکه ما خود به خود از هر تئوری علمی یک تصویری از جهان برامون ساخته میشه. یعنی هر تئوری علمی یک چیزی در مورد این جهان به ما میگه. حالا اگر ما اون رو بذاریم کنار، ما اون یک حقیقت بهش نگاه نکنیم، بگیم با اینکه جواب‌های خوب میده ولی من باش کار ندارم، میذارمش کنار، من یه مشکلی با این، یعنی خیلی خوب نمیتونم بفهممش. من ترجیح میدم به این فکر بکنم که مثلا برای اینکه بتونم توضیحش بدم که چرا من سراغ لیوان اون لیوان نرفتم، سراغ این لیوان رفتم، میتونم توضیح بدم که جهان‌های موازی وجود داره، یا اینکه من میتونم مدل انیشتینی بهش نگاه کنم بگم یک بلاکی از اسپیس تایم وجود داره، و خب اینم تصویر جالبی است. آینده در حقیقت نوشته شده، من دارم از یک مسیری از گذشته میام به حال و به آینده، و در حقیقت نه اینکه آینده حتی نوشته، اوردی اتفاق افتاده. میشه یه تعبیر از این تفاوت شما با آقای بیات رو اینجوری بیان کرد که آقای بیات میگه که ما از تکنولوژی کوانتوم داریم استفاده میکنیم، بر حجم دانستنی هامون هم داره اضافه میشه و به این ترتیب بهتر میتونیم استفاده کنیم از کوانتوم، و یه سری از مسائل فیزیک و چه بسا سوالهای فلسفی هم تا حدی حل، اگر نه روشنتر میشه. این برخورد ایشونه. برخورد شما بیشتر مشابه کسیه که میگه که دو نوع فیزیک داریم که دو توضیح متفاوت از دنیا دارن، و ما باید بتونیم این دوتا رو تبدیل به یک تئوری، یک نظریه کنیم. این تا چه حد مقدوره؟ یعنی دو نظریه رو میشه یک نظریه کرد؟ میشه یک، خیلی مشهور این عبارت دیگه، تئوری همه چیز ارائه داد؟ والا اساس بر این است که این جهان بر طبق چهار نیروی اصلی کار میکنه. هر آنچه که اتفاق میافتد، چه در ذهن ما که حاصل برخورد نورون هاست و باز بر مولکول ها دارن حکمرانی میکنن، چه در جهان بیرون از ذهن ما، آنچه اتفاق میافتد و میتواند اتفاق بیفته حاصل چهار نیروی اصلیه که دو تاش در دل اتم، نیروی قوی، نیروی ضعیف. یکیش نیروی الکترومغناطیسه که همون نیرویی است که باعث میشه ما در طول روزمره راه بریم، عضلاتمون استفاده کنیم، نیروی بخار، همه چیز، و یکی هم نیروی گرانشه که جاذبه. و این در حقیقت ما از طریق پیوستن این دو تا این چهار نیرو به هم دیگه به دنبال این هستیم که بتونیم این جهان رو توسط یک در حقیقت نیرو توضیح بدیم، و اگر پیوند بتوانیم بدیم میتونیم به یک تئوری برسیم که حتی باش بتونیم ذهن رو خیلی درست توضیح بدیم. خب اجازه بدید من ببینم نظر آقای بیات چیه. اگر ما چهار نیروی شناخته شده داریم، نیروی ضعیف، نیروی قوی، الکترومغناطیس و جاذبه،
باید بتونیم از این وحدت به پیوستگی بتونیم یه تئوری در بیاریم دیگه. نباید دو پاره بشه شناخت ما از جهان و دو تا تئوری داشته باشیم. ببینید دو پاره نیست. مثلا اینجا هستش که منم معتقدم که آره لزومی نداره که ما فقط این مشکل فیزیک کلاسیک و فیزیک کوانتوم هیچ‌وقت حل نشه. مثلا اینجاست که با تعبیر فلسفی نمیشه اینو حل کرد. مثلا من اینجاست. ما نیازمند آزمایش‌های بیشتری هستیم. من فکر می‌کنم اگر بجز این نکته که من باهاش موافقم، من فکر می‌کنم اگر باز به نگاهمون به فیزیک کوانتوم، فیزیک کوانتوم نگاه ابزاری باشه، فقط یک کاملا نتیجه‌گیری‌های فلسفی رو ازش نیست می‌کنیم. یکیش این که آیا ما واقعا می‌توانیم تصمیمی رو بگیریم که مال خودمون یا نه، آیا اختیار داریم یا نداریم. دو اینکه آیا اصلا ما می‌توانیم فکر بکنیم که اگر اتفاق A قبل از اتفاق B افتاد، اتفاق A باعث شد که اتفاق B اتفاق بیفتد، در حقیقت علت اتفاق B بود. اگر ما صرفاً ابزاری ببینیم فیزیک کوانتومو، البته ممکن آقای بیات بگن که این تعبیر من هم این نیست. ببین من نمیگم که فیزیک کوانتومی بیشتر از ابزار، یعنی فقط ابزاره. نکتهش اینجا هستش که من میگم که اگه شما میخواین بیشتر از این بفهمیم، اصلا بحث فلسفه نمیتونه جواب بده. خب ما نیاز بده. ببین یک مثال خیلی ساده میتونم بزنم. فلسفه نمیتونه جواب بده، ولی اگر یک کسی بیاد به شما بگه که آیا فیزیک کوانتوم به ما چیزی در مورد اصل علیت میگه، همین اشاره‌ای که آقای امیری کردن، شما چی خواهید گفت؟ من میگم که اصل علیت در دفتر تفسیری که از فیزیک کوانتومی در حال حاضر وجود داره و غالب هستش، این تفسیر کوپنهاگی، اصل علیت در واقع جوری نقض میشه به این مفهوم که شما از روی علت نمیتونید معلول رو در بیارین، فقط میتونین احتمالاتی بگین که با چه احتمالی ممکنه هر کدوم از این نتایج اتفاق بیفته. بله. و نمیتونیم، یعنی علیت به مفهوم کلاسیکش وجود نداره که شما اگر بدونیم که ذره‌مون الان در چه حالتی هست، قوانین طبیعتا بدونیم، خب در فیزیک کلاسیک میگه پیش بینی می‌کنه در زمان بعدی کجاست. خب این خدشه‌دار شدن اصل علیت شما یه فیزیسیست رو ناراحت نمی‌کنه، یعنی در واقع مشکل برای شما نیست فکر می‌کنید؟ برای فیزیکدان‌ها چیزی که مهم هستش این هستش که طبیعت رو اونطوری که هست ببینن، نه اونطوری که دوست دارن. خب این به نظر من مهمترین اصل علم هستش. تعصبی روی هیچ چیزی نداشته باشین، روی هیچ نظریه‌ای و روی هیچ در واقع برداشتی از طبیعت نمیشه داشت. کوانتوم مکانیک هم قطعاً کامل نیست، احتمالاً روزی کامل‌تر خواهد شد. نظریه‌های بعدی ممکن هستش علیت رو به فیزیک برگردونن. ما نمیتونیم حکم بدیم که علیت وجود ندارد یا دارد. اگر ما مشخصاً بگیم بجز آزمایش و بجز دیتا ما روش دیگری برای فهمیدن درستی یا غلطی نداریم، یک جاهایی میتونه اشکال پیدا بکنه. اینکه اصلاً ما اول توضیح بدیم منظورمون از علیت چیه، این یه بحث فلسفی است و نکته اینجاست که ما مجبوریم علیت رو به این مدل بپذیریم که اگر ما دیدیم پدیده A قبل از پدیده B اتفاق افتاد و هی بارها و بارها و بارها و بارها تجربهش کردیم، بگیم احتمالاً قرار است دفعه بعد هم همینطوری اتفاق بیفته. مشکل اینجاست که در کوانتوم فیزیک شما میتونید یه الکترون رو بهش یک فوتون بزنید و هر بار به یک سمتی بره. ما دقیقاً نمیدونیم یک الکترون به کدوم سمت بره. میتونیم بگیم مثلا 100,000 الکترون احتمال اینکه بیشتر به کدوم سمت بره. ولی اینجا یه بحث مهم رو اجازه بدید طرح کنیم قبل از اینکه دوباره برگردیم به مباحث فلسفی و پیامدهای فلسفی قضیه. ما ممکنه نتونیم نتیجه حرکت یک ذره رو پیش بینی کنیم، ولی برداشت من از کوانتوم اینه که وقتی تعداد ذرات زیاد میشن اون وقت میشه با قطعیت بیشتر صحبت کرد، درسته؟ به این دلیل که قطعیت بیشتر که ما میدانیم از اون تعداد مثلا 1,000 تا ذره میدونیم احتمال خوردن اون ذرات به این منطقه مثلا 90% پس از 1,000 تا میدونیم که 900 تاش در این منطقه فرود میاد. به معنی نیست که بگیم تک هم دیگر رو خنسا میکنن در وقت زمانی که ما با اجرام بزرگ سر و کار داریم. وقتی با اجرام بزرگ سر و کار داریم قوانینی بر این اجرام حکم میکنن که این قوانین دیگه احتمالی نیستن. یعنی ما میتونیم حدودا بفهمیم که یک جسمی که 100 بیلیون اتم تشکیلش داده یک جرمی داره و تا حد خیلی با دقت زیاد بتونیم در یک میدان گرانشی حرکتش رو نگاه کنیم. به این دلیل که در فیزیک کلاسیک با اجرام بزرگ سر و کار داره، ما کمتر در قید و بند تناقض‌های کوانتومی هستیم. وقتی که وارد ذرات میشیم اون وقت مشکلات پیش میاد، درست میگم یا نه؟ تعبیر من اصلا اشتباه از این نه این اصلا سوالات همچنان خیلی مهم فیزیک هستش که مرز بین کوانتوم و فیزیک کلاسیک چی هستش. یعنی ما میدونیم که در اجرام بزرگ قوانین کوانتومی نیستن، مثلا یک ذره اینجوری که اینجا باشه همزمان اینجا هم باشه، این اتفاق نمیفته. یعنی اگه بخوام الان یه تعبیر بهتر پیدا کنم برای سوالم، اگه بخوام اینجوری طرح کنم که
علی رغم اون چه که کوانتوم میگه در مورد اینکه نمیشه پیش بینی کرد این ذره به کجا میره، علی رغم این ما با دقت بالا میتونیم یه سفینه رو بفرستیم و در یه جای مشخصی در کره ما زمین بیاد. خب این خیلی قطعیت بالا، خیلی دقت بالا میطلبه دیگه و این کارو میکنیم. این در حوزه فیزیک کلاسیکه که انجام میشه دیگه. اون وقت شما من میگی که اما وقتی وارد ذرات میشیم پیش بینی بسیار دشواره دیگه. ببینید در فیزیک کوانتومی هیچ مشکلی وجود نداره که اجسام خیلی ماکروسکوپی خیلی بزرگ هم خواص کوانتومی نشون بدن. یعنی هیچ چیز مشکل بنیادی وجود نداره. مشکل اینجا هستش که در عمل برای اینکه چنین اتفاقی بیفته شما باید این جسم ماکروسکوپی رو کاملا از بقیه جهان جدا کنید. یعنی هیچ برهمکنشی بین این جسم ماکروسکوپی و بقیه جهان نباید وجود داشته باشه. جسم بسیار ریز. این جسم بله. و این کار شما در دنیای اتم ها میتونید انجام بدین. ولی خب برای اجسام بزرگ غیر ممکن هستش. مثلا شما الان آزمایش های کوانتومی که قرار انجام بشن و روزانه انجام میشن در دماهای بسیار پایینن و جایی هستن که هیچ فوتونی وجود نداشته باشه تا بتونین این اتفاقا بیفتن. مثلا کاملا خلأ و این امکان ها در جهان بزرگتر وجود نداره. ولی الان همین الان دارن کارهای انجام میدن که مثلا اجسامی رو در حالت در تلاش هستن که کوانتومیشون بکنن که به نوعی ماکروسکوپی هن، یعنی میکرومترن، یعنی بله. هزاران اتم هن و این تلاش در حال حاضر در حال انجام هست. خب برگردیم به اون پیامدهای فلسفی کوانتوم و ناسازگاری بین کوانتوم و فیزیک کلاسیک. یکی از زمینه‌هایی که کوانتوم میتونه درش نه اینکه حرف داشته باشه ولی تفسیری درش به وجود بیاد حوزه جبر و اختیاره. حتی شما که میگید که نباید با تعمق فلسفی سعی کنیم مسائل رو حل کنیم و ناسازگاری فیزیک کلاسیک و کوانتوم رو از سر راه برداریم، قبول دارید که یه پیامدهای فلسفی در حوزه جبر و اختیار داره؟ 100%. بله. چی هست این؟ ببین مهمترین قضیه این هستش که شما در فیزیک کلاسیک اینطور هستش که میگه شما اگر شرایط اولیه سیستمتون رو بدونید، یعنی بدونید که دقیقاً سرعت ذرات شما چقدره و مکانشون چقدره و قوانین رو هم بدونید، مثلا قانون نیوتن، بعد شما میتونید در هر زمانی میتونید بگید دقیقاً ذرات کجا هستن و چه سرعتی دارن. یعنی سیستم کاملاً پیش بینی پذیر هست. برای اساس سفینه میفرستید و دقیقاً کجا فرود. یعنی شما برای فرستادن سفینه به ماه اصلا فقط فیزیک کلاسیک کافیه، هیچ چیز دیگه‌ای نمیخواید. خب اگه اینطوری باشه، خب شما میتونید فکر کنین که خب انسان ها و مثلا همه موجودات هم در نهایت سری ذرن اتم هستن که این اتم ها حرکت میکنن، سرعتی و مکانی دارن و اگر ما این فیزیک کلاسیک حاکم بر جهان هستی باشه، پس کاری که من الان میکنم حاصل اتفاقی بوده که مثلا در انفجار بزرگ بوده، اون لحظه جهان اینطوری چیده شده باشه که من الان این کار رو انجام بدم در این لحظه. برای این اختیاری باقی نمیمونه. جایی برای اراده انسانی، عامل انسانی به اون معنایی که ما میفهمیم، یعنی در واقع بیاد و روندهای طبیعی رو درش دخالت کنه، فکر میکنید باقی نمیذاره فیزیک کلاسیک. این تعبیر شماست از فیزیک کلاسیک. این پیش بینی پذیریه دیگه، یعنی اینکه سیستم در آینده به طور کامل پیش بینی و انسان یه سیستمش. دقیقاً. مثلا پاسکال یه حرف جالبی داره در ادامه حرفایشون که میگه جای و سرعت همه ذرات رو در عالم به من بگید، من به شما میگم تا 100 میلیون سال دیگه چه اتفاقی میفته. خب حالا کوانتوم اون وقت میاد فیزیک کوانتوم به خاطر اینکه ببین شما هر وقت یک اندازه‌گیری انجام میشه، هر مشاهده‌ای باعث میشه که یک نتیجه‌ای بده که کاملا رندوم هست. خب و فقط احتمالش رو شما میتونید تعیین بکنید. خب با هر مشاهده‌ای این جهان هستی کاملا عوض میشه و بعد از اینکه اندازه‌گیری انجام شد اون تابع موج یا حالت کوانتومی کاملا تغییر میکنه و برای این جهان جدیدی انگار به وجود میاد. اینجا منظور شما این است که کوانتوم جا باز میگذاره برای اراده انسانی. بله. برای که اراده انسانی همون سنجشگر، همون آزمایشگری که میاد و میاد نتیجه رو عوض میکنه. بله، یعنی که پیش بینی پذیری رو حذف میکنه. یعنی که شما نمیتونین دیگه اون جبر رو حذف میکنه. بنابراین این تعبیر شما از کوانتوم اینه. والا تعبیر من که خب این در حقیقت کوانتوم فیزیکس همین رو میگه، آزمایش ها این رو نشون میده که در لول مولکولی و اتمی ما میتونیم یعنی انتظار رفتار به کاملا رندوم و رفتار احتمالی داشته باشیم. اما افسون بر اون ایشون میگه در فیزیک کوانتوم اون مؤلفه ای که وارد میشه، یعنی سنجشگر، آزمایشگر، حتی ابزرور، کسی که نگاه میکنه، اون تغییر ایجاد میکنه. دقیقاً همون اون چیزی که انیشتین هم خیلی باهاش مشکل داشت که شما اگر یک الکترون اینجا دارید که
جفت شده با الکترون دیگری که چه میدونم 100 میلیون سال اون طرف هست، شما وقتی این الکترون رو نگاه میکنید خود به خود اسپین این الکترون روی اسپین اون الکترون که اون دور هست تاثیر میذاره، یعنی اطلاعات با سرعت 100 میلیون برابر سرعت نور بین این دو در ارتباط هست. خب در این... و این انشتن میگه اصلا همچین چیزی امکان نداره و مشکلش با این داستان این بود. متوجه نشدم که شما قبول دارید که در فیزیک کوانتوم جا باز میشه، راه باز میشه برای اون چه که حالا ممکنه اسمش یک قرائتی از فیزیک کوانتوم که حقیقت رو در این میگیرد که جهان به طور رندوم کار میکنه و آزمایش ها کاملا نشان میده که این جهان رندومه به همچین نتیجه قابل پیش بینی. منظورت از من ترجیح میدم هنوز راه رو برای این باز بذارم که ما بتونیم با دیتاهای بیشتر شاید بتونیم اصلا کلا تابع موج رو تغییرش بدیم. ولی یک مشکلی هست، اونم دقیقاً نامساوی بل هست. خب یعنی که اینها هر روزه داره نامساوی بل نقص میشه، یعنی متغیرهای نهایی که عذر میخوام برای بیننده ای که مثل منه توضیح بدید منظورتون از نامساوی چیه. نامساوی بل این توضیح میده که میگه من دو تا ذره داشته باشم، یکیش اینجا باشه یکیش اون ور دنیا، خب یعنی هیچ ارتباط علی اینا با هم دیگه نداشته باشن. پس شما یه آزمایش های رو روی اینا انجام میدین، بعد یه سری عدد در میارین، این عددها رو با هم دیگه مثلا ضرب و تقسیم میکنین. خب بعد این عدد فیزیک کلاسیک پیش بینی میکنه که همیشه یه عددی هستش کوچیکتر از عدد دو. خب بعد فیزیک کوانتوم میگه که نه، این میتونه تا 2 ضرب در رادیکال 2 هم بره بالا. خب میریم تو آزمایشگاه و این عددها رو برای اینکه این ذرات رو به وجود بیاریم باید از اون برهمنگی های کوانتومی استفاده کنیم. اگه برهمنگی های کوانتومی به اندازه کافی وجود داشته باشه بین این دوتا، میبینیم که ما دقیقاً دو رادیکال دو رو میتونیم به دست بیاریم. یعنی که پیش بینی های کلاسیک وجود نداره، یعنی اینکه ما هر نظریه‌ای که بخوایم بسازیم باید بپذیریم که دو رادیکال دو رو باید توش باشه و این به این مفهوم هستش که شما نمیتونین بگین که مثلا با متغیرهای نهان میتونم مثلا حل کنم. نه نمیتونین، چون اگر فرض کنیم که متغیر نهانی وجود داشته باشه شما به اون دو بیشتر نمیرسید. برای این هر نظریه جایگزین فیزیک کوانتوم قطعا کامل نیست. مثلا من میتونم بگم چرا کامل نیست، یکی از دلایلش این هست که مثلا میگم در فیزیک کوانتوم ما همیشه فرض کنیم که مشاهده گر خودش کلاسیکیه، حالا اگه خود مشاهده گر هم کوانتومی باشه چی؟ خب این الان فیزیک کوانتوم برای واسه این هم دیگه جوابی نداره. یعنی فرض بر این هستش که مشاهده گر چیز کلاسیکه و خب حالا اگه مشاهده گر رو هم بخوام کوانتومی بکنیم دیگه همه چیز به هم می‌ریزه. پس طبیعتاً وقتی میگید مشاهده گر رو کوانتومی می‌کنیم معنیش این است که مشاهده گر هم رفتار قابل پیش بینی نداشته باشه. مثلا مشاهده گر هم خودش اینجا باشه و اونجا باشه. حالا بله. حالا کی هستش اینجا که این سیستم کوانتومی رو اینجا اندازه‌گیری بکنه؟ که این نتیجه میشه گفت منطقی از کوانتوم میتونه باشه دیگه، چون کوانتوم وقتی راجع به ذرات صحبت می‌کنه و مشاهده گر هم حاصل ذرات، اگر ذرات غیر قابل پیش بینی ان مشاهده گر میتونه چنین باشه. بنابراین میشه گفت اون مبحث اصلا جبر اختیار منحل میشه در کوانتوم اگر چنین چیزی بگیم. نه نه ببین در حال حاضر فرض بر این هستش که ابزار اندازه گیری و اون حالا مشاهده گر که اسمش رو بذاریم این ابزار اندازه گیری در چشم باشه، این کاملا کلاسیکی درش هست. آره این دقیقاً تناقض دیگه است دیگه. این فرض در فیزیک کوانتومی فعلا وجود داره و این هم یکی از مشکلاتی هستش که به هر تعبیر فیزیک کوپنهاگی وجود در واقع داره. یعنی فیزیک کوانتوم فرض رو بر این قرار میده که هایزنبرگی که در مثلا 1930 چنین آزمایشی میکنه با هایزنبرگی که در 1945 همون آزمایش میکنه همون آدمه و این فرض ببین اینم یه فرض منطقی داره. ما مشاهده گرمون که داریم صحبت میکنیم مشاهده گر ما در واقع میتونه وسیله اندازه گیریمون باشه، لزومی نداره که انسان باشه. آره بنابراین از این بابت حالا مشکلی پیش نمیاد، ولی به هر حال میگم این مشکل در فیزیک کوپنهاگی وجود داره. یعنی قطعا از لحاظ فلسفی فیزیک کوانتوم مشکل داره، قطعا نیاز به نظریات بهتری خواهیم داشت. حرف من این هستش که این نظریه بهتر از دل فلسفه بیرون نخواهد اومد. بله. از دل آزمایش بیرون خواهد اومد. یه نکته من در مورد جهان موازی هم بگم، یادم رفت. فرض بر این تفسیری که به چند جهان. بله دقیقاً. بله. فرض بر این هست که اونقدر تعداد این جهان ها زیاد است که میتونه تمام پاسیبیلیتی یا تمام احتمالات رو شامل بشه، که این که الان من به این طرف خم بشم یا به این طرف خم بشم، همه این احتمال هر کدوم این تصمیم‌ها باعث به وجود آمدن یک جهان موازی جدید میشه. یک نگاهی یه مثال جالبی میزنه که این فیلسوف در حقیقت فیلسوف نویسنده است، آقای بورخس، یه داستانی نوشته به نام کتابخانه بابل، نمیدونم. بله که در این کتابخانه در حقیقت فرض بر این است که بی نهایت این کتابخانه ابعادش بزرگه و بی نهایت در این کتابخانه کتاب وجود داره و کلمات به طور رندوم در این کتاب‌ها ریخته شد، کلمات هم نه حرف‌ها، و آیا می‌شود نتیجه گیری کرد که تمام حرف‌های ممکن رو
از طریق این کتابخانه میشود زد، یعنی شما میتونید هر آنچه که بشود گفت رو بریزید رندوم تو این عالم و بشود گفت و و, و فکر میکنم میشود با از طریق ریاضیات نشون داد که شاید نمیشه. من فکر میکنم با یعنی یک حالا داستانش طولانیه، با تعریف الف که الف یک و الف دو الف سه چند نمونه از بی‌نهایت هستن که هر بی‌نهایتی با بی‌نهایت دیگر چه فرقی داره. من فکر میکنم مشکل جهان‌های موازی یکی از مشکلاتش اینجاست که یک پارادوکس ریاضیاتی پیش میاد که شما نمیتوانید همه آنچه که اتفاق خواهد افتاد و بتواند اتفاق بیفته رو براش شماره داشته باشید، یعنی بتوانید به صورت احتمالی همینطوری رندوم بگید. من شخصا مشکلی با این تعبیر چند جهانی ندارم، یعنی مشکلی به نظرم وجود نمیاد در این زمینه از نظر من، ولی میگم مشکلش این هستش که نمیتونیم چکش کنیم، یعنی چطوری میتونیم ثابت بکنیم که چند جهان مثلا چند جهانی وجود داره و کوپنهاگ غلطه یا برعکس. این امکان مثلا وجود نداره. وقتی که امکان مثلا وجود نداره خب میتونیم بگیم صرفا در حد تفسیر باقی میمونه. تا شما معتقد هستید که خود علم میتونه یه جاهایی کمک کنه و آروم آروم به ما بفهمونه که این تفسیر مثلا به کلی باید کنار گذاشته بشه و کدوم یک مثال براتون بزنم. ببین فرض کنین که انیشتین نظریه نسبیت عام رو نمیداد. خب نسبیت عام امروز توسط ماهواره های جی پی اس کشف میشد، برای اینکه ما برای اینکه بتونیم نقشه های در واقع روی موبایلمون استفاده میکنیم الان باید تصحیحات نسبیت عامی انجام بشه روش، یعنی ما قطعا میتونستیم اینو با سیستم جی پی اس پیدا بکنیم. بنابراین این آزمایش ها بالاخره یک روزی راه رو باز میکنن که آیا واقعا این چند جهانی درسته، آیا واقعا تابع موج واقعا فرو مثلا بعد از اندازه گیری واقعا تغییر میکنه. اینها یک جایی بالاخره آزمایش ها پیدا میکنن. طرز شما در این است، برای این است که از فلان آزمایش حتما تنها نتیجه گیری منطقی که میشود میشد کرد مثلا نسبیت خاص انیشتین است که مثلا به شما میگه خیلی خوب یک گلوان توی جو زمین داره میاد پایین، طول عمرش یک کسری از ثانیه است، ولی ما 7 ثانیه میبینیم که طول میکشه تا به سطح زمین برسه، پس این 7 ثانیه چرا عمرش اضافه شد؟ ولی میبینیم چون نزدیک به سرعت نور حرکت میکنه انگار زمان براش کش میاد. پس این آزمایش مشخصا نتیجه میدهد، یعنی بر طبق این گفتگو نتیجه میدهد تئوری نسبیت خاص انیشتین رو. من اینجا مشکل دارم، چون من معتقدم مپ کردن این جهان، توضیح این جهان از طریق یک تئوری به این معنی نیست که تنها روش برای توضیح جهان آن تئوری است. دقیقاً میشه اینجوری گفت که شما معتقد هستید که اگر مثلا جی پی اس الان نسبیت رو به هر حال به ما میداد، لزوماً تئوری نسبیت عام ممکن بود از دلش در نیاد، شاید با ابزار دیگری ما توضیحش میدادیم. من اینجوری بذارم، من برای همین دارم فلسفی به داستان نگاه میکنم. متوجه هستم. در واقع منظور شما این است که اگر این توضیحات رو ما الان میتونیم از طریق مثلا جی پی اس از طریق تکنولوژی جدید بیاریم، دلیلش این است که در این پارادایم داریم فکر میکنیم و این انیشتین پارادایم ذهن ما رو تعریف کرده، یعنی پارادایم نسبیت رو به ما داده، ما در اون پارادایم ما خارج از اون نمیتونیم کاری بکنیم. دقیقاً. بذارید یه سوال خیلی مهم پیش از پایان برنامه طرح کنیم، اونم این که کوانتوم افزون بر اون چیزی که آقای بیات گفتن ترانزیستور و یه سری تکنولوژی های مرتبطه، چقدر میتونه ابزار دست ما بشه، دستگیر ما بشه در این دنیای تکنولوژیک کنونی؟ چقدر مثلا میتونه به کلی یک انقلاب علمی جدید ایجاد کنه؟ والا اگر منظورتون قضیه کوانتوم کامپیوتر هاست، ما داریم در موردش فکر میکنیم. من فکر میکنم اتفاقاتی که میتونه خیلی جلو ببره علم ما رو، یکی از مهمتریناش حضور کوانتوم مثلا در نوروساینس یا فهمیدن که بتونیم به یک مدلی ذهن انسان رو مپ بکنیم، و اگر بتوانیم ذهنمون رو در حقیقت نشون بدیم که چطوری تئوری درست ذهن داشته باشیم، که این شاید از طریق حتما احتیاج به کوانتوم فیزیک اون وسط هست، به کوانتوم مکانیک. کوانتوم فیزیک راجع به ذهن صحبت میکنه یا راجع به مغز؟ اینا راجب مغز. خب البته من مشخصا موضوعم این است که ذهن حاصل مغز است، یعنی من معتقد به دوالیسم نیستم. دوگانگی وجود داره که میگن ذهن از یک جنس است، مغز از جنس دیگه. این قابلیت در فیزیک کوانتوم هست که بتونه مغز ما رو ما بشناسونه. من فکر می‌کنم یکی از راه‌هایی که فیزیک کوانتوم میتونه بره و بسیار میتونه مفید باشه برای توضیح واقعیت، چون مهمترین سوالی که شاید بشر پرسیده است از لحظه تولد این است که واقعیت چیست، چه چیزی واقعیت رو تشکیل میده، و سوال ها معمولا جواب ها این بوده که آنچه که واقعیت هست رو ما نمیتونیم بفهمیم، چون از ابزار حواسمون داریم استفاده میکنیم. به هر حال واقعیت از پل حواس ما به مغز ما میده، و من نمیتونم اون لیوان رو در مغزم داشته باشم، یک تصویری از اون لیوان در مغزم دارم. اما فیزیک کوانتوم به ما میگه که آقا اصلا اون تصویره میتونه واقعیت نباشه، چون من نتایج آزمایش من تصویری به شما میده که اصلا، یعنی میگه این تصویری که شما میبینید شاید اصلا خواب و خیال است، واقعیت آن جهان کوانتومی است که نتایج چیز دیگری است. واقعا کوانتوم این رو میگه یا اینکه مثلا
یکی از تفسیراش میتونه این باشه که این لیوانی که شما میبینی مثلا در تفسیر چند جهانی یکی از اون لیوانها در جهانهای متفاوته. شما اگر میخواید شما رو به اون حد از ایدئالیسم که نمیرسونه، ببینید بسیاری داره شما بخواید چطور نگاه بکنید. اگر شما بخواید فرار بکنید از این که واقعیت رو نفی بکنید، میتونید به سمت چند جهانی برید. منظور من اینه که شما یه رئالیست باشید چگونه تفسیر میکنید کوانتوم فیزیک رو، اگر رئالیست نباشید چگونه تفسیر میکنید. خب شما فکر میکنید از فیزیک کوانتوم چی به ما داره میرسه و چه تأثیرات جدی تو زندگی ما خواهد گذاشت؟ من فکر می‌کنم الان تکنولوژی کوانتومی کاملاً به عنوان تکنولوژی در واقع در جهان شناخته میشه و سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگی هم در حالا کشورهای مختلف روی انجام میشه. مثلا شما گفتید در چین هم درس میدید، احتمالاً چین خیلی تو این زمینه درس چین مثلا سرمایه‌گذاری که در تکنولوژی کوانتومی داره انجام میده چیزی حدود 10 میلیارد دلار برآورد میشه در سال و در قیاس با مثلا اروپا، یک میلیارد یورو سرمایه‌گذاری کرد، بیش از 10 برابر اتحادیه اروپا داره روی فیزیک کوانتوم سرمایه‌گذاری میکنه. چین تنها کشوری هستش که ارتباط کوانتومی بین زمین و ماهواره داره و 2000 کیلومتر در واقع فیبر نوری کوانتومی در حال حاضر در بین شانگهای و پکن در حال ساخت هستش. نکته اینجا هستش که این تکنولوژی های کوانتومی قرار چی به ما بدن. یکی از مهمترینشون در واقع کامپیوترهای کوانتومی هستن، به این مفهوم که اگه شما نگاه بکنید به هارد دیسک هایی که ما الان داریم، این هارد دیسک ها خب یه سری بیت هستن، 0 و 1 ذخیره میکنن. این 0 و 1 ها در حال حاضر روی یک سری واحد حافظه دارن ذخیره میشن و هر واحد حافظه الان چیزی حدود 1000 تا 10000 تا اتم هستش. ولی اگه یه قانونی وجود داره به اسم قانون مور، قانون تجربیه، میگه هر 2 سال یک بار تقریبا حجم این حافظه ها نصف میشه. خب بعد از یه مدتی ما به جایی میرسیم که برای یک سلول حافظه تعداد کمی اتم لازمه و برای این قوانین کوانتوم اونجا حاکم میشه و میتونیم برهم‌نهایی‌های کوانتومی داشته باشیم. اگه به اونجا برسیم، اون موقع میتونیم این کامپیوترهای کوانتوم به ما توانایی اینو میدن که مثلا بتونیم همه در واقع حساب‌های بانکی رو به راحتی هک بکنیم. بعد حالا آیا مشکلی به وجود میاد؟ نه، مشکلی به وجود نمیاد، برای اینکه در کنارش تکنولوژی در واقع مخابرات کوانتومی وجود داره که این ارتباطات رو هم اگه کوانتومی بکنیم اتفاقا ارتباطات 100% امن میشن. مثلا اگه الان من و شما با تلفن صحبت بکنیم، نفر سوم میتونه مثلا حرف ما رو گوش بده، ما نمیتونیم بفهمیم که داریم شنودیم در حال حاضر. در حال حاضر در با تکنولوژی کوانتومی بشه، ما بلافاصله متوجه میشیم که یه نفر داره این به ما گوش میده. ببین میتونیم یعنی کوانتوم میتونه امنیت ما در حوزه دیجیتال رو افزایش بده 100%. الان یکی از دوباره در واقع موضوعات تحقیقاتی الان در دنیا اینترنت کوانتومی هستش که خیلی هم روش داره کار میشه. مسئله دیگه سنسورها هستن، سنسورهای کوانتومی هستن که مثلا میتونن حالا میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی و میدان جاذبه رو با دقت بسیار بالای اندازه‌گیری کنن. مثلا در دانشگاه بیرمنگام الان یه دونه سنسور ساخته شده، 100 کیلو هم بیشتر نیست وزنش، یعنی پشت ماشین حمل میشه و شما میتونید جاذبه رو با دقت بسیار بالای اندازه‌گیری بکنین. خب به طوری که مثلا یک آدم وارد آزمایشگاه بشه، جاذبه این آدم رو میتونن اندازه‌گیری بکنن. خب این سنسورها میتونن کمک کنن جاذبه این آدم رو اندازه کنن، معنیش یعنی تغییری که در گرانش ایجاد میشه در نتیجه ورود این آدم رو میتونن پیدا بکنه. بخواد این مثلا در رقم 10^12 اشاره و این میتونه این چه کمکی خواهد کرد. ببین مثلا اگه شما بخواید نفت پیدا بکنین، خب جاذبه زمین جایی که نفت هست با جایی که نفت نیست، جایی که آهن هست با جایی که مس هست فرق میکنه. خب برای معادن خیلی کلیدی هستش، برای همین مثلا یکی از چیزهای خیلی مهم هستش. چیزی هم که حالا آقای امیری گفتن در ارتباط با مسئله فهم مغز و این چیزها و فیزیک کوانتومی، الان یکی از اتفاقا شاخه های کار در واقع میزان اهمیت فیزیک در زیست شناسی هستش. ما الان تقریبا میدونیم ثابت در واقع ثابت شده است، آزمایشگاهی ثابت شده هستش که در جذب فوتون یه سری باکتری ها هستن که فتوسنتز میکنن در اعماق دریا و فقط روزی 8 فوتون میگیرن و با 8 فوتون نمیتونن زندگی کنن. افیشنسی بازدهی جذب این 8 فوتون 100% هستش و این مکانیک کوانتومی بسیار مهم هستش در جذب این فوتون ها و این میتونه به چیزهایی ما رو برسونه که در حوزه سلامت و بهداشت و درمان بیماری در سلول های نوری، سلول های در واقع باتری های نوری الان بهترین باتری های نوری که ما داریم بازدهشون فکر کنم 10% هستش. خب اینا دارن 100% جذب میکنن، ما اگه بتونیم نور رو 100% جذب کنیم، یعنی شما میتونید یک سری در واقع سلول های خورشیدی بسازین که با راندمان بسیار بالاتری برق تولید بکنیم. این یکی از چیزهاش. شما چیزی میخواید اضافه کنید؟
همینو می‌خواستم بگم که در مشکل انرژی رو احتمالاً می‌شود الان دو پروژه مهم هست. یعنی اگر نسبیتی نگاه بکنیم داریم می‌ریم که باتری‌هایی بسازیم که مثل خورشید فیوژن ریاکتور هستن، که ولی در این حال همونطور که ابوالفضل جان گفتن با درک درست از کوانتوم ما میتونیم به حدی بالا که شما میتونید دونه دونه فوتون ها رو بشمارید در حقیقت، یعنی بدونید چند تا دونه فوتون. و کاری که فوتون میکنه در حقیقت، فوتون یک بسته انرژی است، میاد میخوره به اتم شما و الکترون شما رو از یک مدار به مدار بالاتر برانگیخته میکنه. و بعد فتوسنتز چه اتفاقی میفته؟ که مثلا یک مولکول کربن تشکیل میشه و با برانگیخته کردن اینها و چسباندن اینها، و بعد ما مثل یک بسته انرژی این کربن رو تو بدن آزاد میکنیم. بله. این انرژی رو در حقیقت مصرف میکنیم که انرژی فوتونی است که از خورشید به ما رسیده. در از شما میخوام یه سوالی بپرسم، چون شما بیشتر به فهواهای فلسفی کوانتوم علاقه دارید. ما وقتی فیلسوفای مثل کانت رو میخونیم و به سمت قرن بیستم میایم، میبینیم که اون شکاف بین سوژه و ابژه، اون شکاف بین عامل شناسا و موضوع شناسایی کم کم برداشته میشه. یعنی به سمت قرن 20 میایم، در واقع اون دوگانه کاذب رو از راه سر راه بر میداره دیگه، که من اینجا ایستادم و دنیای بیرون کاملا بیرون از منه و من میتونم به خوبی اون رو بشناسم با یه ابزارهایی. من اون ذهنی هستم در این جهان، ولی در واقع دوگانگی دکارتی رو از سر راه بر میداره. آیا کوانتوم در واقع اثبات همین قضیه نیست که نمیشه انشقاقی ایجاد کرد بین عامل شناسا و موضوع شناسایی؟ همین observer effect، همین تأثیر عامل انسانی که آیه بیات ازش صحبت میکرد، که شما همین که میای سنجش کنی در نتیجه فرایند تغییر ایجاد میشه. در واقع میشه گفت که معنیش این است که کوانتوم داره یه چیزی که فیلسوفا در قرن 17 و 18 به این سو میگفتن رو داره اثبات میکنه، نه؟ بله، کاملا من موافقم. مثلا در باب همین تئوری عدم قطعیت هایزنبرگ ما میتونیم سوال بکنیم که آیا عدم قطعیت به قضیه سوژه و ابژه برمیگرده؟ یعنی آیا ما به خاطر اینکه یک سوژه هستیم نمیتوانیم اون عینیت، یعنی اون عینیت یک چیزی است که برای ما درکش سخت است به خاطر ذهن بود، به خاطر سوژه بودن ما، یا یک چیزی است که در ذات جهان است؟ یعنی آیا عینی است اینکه این جهان؟ شما اگر عدم قطعیت حرفش این است که میگه شما یک ذره رو وقتی شما دارید بررسی میکنید، یا میتونید سرعتش رو بررسی بکنید، یا میتونید یعنی بررسی بکنید که یا جرمش چقدره، یا همزمان نمیتونید هر دو رو انجام بدید. بله بله، یعنی ببخشید اندازه حرکت که همون پی وی میشه، هر دو رو با هم نمیتونید داشته باشید. خب حالا آیا این یک جهان ما بر اساس یک قانونی به نام عدم قطعیت خلق شده، یا ما به عنوان یک سوژه در این جهان اون عدم قطعیت رو میبینیم؟ و این خب خیلی سوال مهمیه به نظر من. و اگر ما جواب این سوال رو از زودتر قبل از اینکه وارد فیزیک کوانتوم بشیم جواب رو داده باشیم، نگاهمون به فیزیک کوانتوم یک نگاه هست. اگر قبل از اینکه وارد به فیزیک کوانتوم بشیم جواب نداده باشیم، به جوابی که فیزیک کوانتوم به ما میدهد فکر بکنیم، من باز بفکر میکنم یه انترپریتیشن یا یک تعبیر دیگری از فیزیک کوانتوم خواهیم داشت. قبول دارید که فیزیک کوانتوم در واقع چیزی رو داره اثبات میکنه که بعضی از فیلسوفای قرن 17 و 18 به این سو گفتن؟ یعنی انشقاق اونچنانی، انشقاقی اصلا بین عامل شناسا و موضوع شناسا وجود نداره، و عامل شناسا که وارد فرایند میشه، موضوع میتونه متفاوت باشه، نتیجه آزمایش میتونه متفاوت باشه. بله، 100%. این دقیقاً بحث کوانتوم همینه. یعنی مشاهدهگر ما تأثیر مستقیم روی سیستم میگذاره، و برای این دقیق قلب فیزیک کوانتومی هم همینه. و مهمترین تفاوت‌هاش با فیزیک کلاسیک هم دقیقا همین باشه که مشاهدگر سیستم رو تغییر میده. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم، اما پیش از خداحافظی باید برای اون دست از بیننده هایی که این بحث رو و شنونده هایی که این بحث رو تا حدی مشکل یافتن بگم که در اینترنت فیلم های ساده زیادی هست، انیمیشن یا کارتون های ساده زیادی هست که توضیح میدن که کوانتوم چی میگه، ناسازگاری کوانتوم با فیزیک کلاسیک چه هست، و تا حدی هم حتی در مورد پیامدهای فلسفی فیزیک کوانتوم صحبت میکنن. ممنون که با این بحث نشستید، و ممنون از مهمان های برنامه وریا امیری و ابوالفضل بیات.